آقای نایپاشم، شما از طرف سازمان همه حقوق بشر برای همه در ایران یکی از 15 امضا کننده بیانیه هستید که البته چند سازمان بین المللی هم اون رو امضا کردن، که بیانگر نگرانی در مورد کسانی است که در دادگاه بین المللی مردمی آبان شهادت دادند و برخیشون دستگیر شدن، بازداشت شدن، بقیه تحت فشار قرار دارند. این فشار بر شاهدان یک دادگاه، اگرچه یک دادگاه نه رسمی بلکه دادگاهی مردمی، مصداق چیست؟ آیا میشه گفت مصداق ادامه سرکوب آبان 98؟ با سلام به شما و بینندگان برنامه شما، دقیقا همینطوره که شما میفرمایید، این ادامه سرکوب، یعنی وقتی که این سرکوب صورت گرفته و دادخواهانی داره، کسانی که قربانی نقض حقوق بشر بودن، شاهد نقض حقوق بشر بودن و در این رابطه اقدامی شده، یک اقدام حقوقی که همونجوری که شما میفرمایید کاملا رسمی نیست، ولی که از اونجایی که در این دادگاه چه دادستانها و چه قضات کارشناسای برجسته‌ای با ده ها سال سابقه حقوقی هستند، بنابراین اعتبار حقوقی اون بسیار بالاست. از این رو خب از اون ابتدا نگران شدن، خب سعی کردن که این دادگاه رو به هم بریزن. آقای خطیب‌زاده سخنگوی دولت در این رابطه صحبت کرد، آقای باقری کنی موقعی که در لندن بوده خواسته که فکر کرده که دولت میتونه در این رابطه تأثیر بذاره و خواستار این شده که این دادگاه برگزار نشه. این نشان دهنده واهمه که از این جنایت بزرگ که میتونه جنایت علیه بشریت تلقی بشه دارن، و خب طبیعیه که ادامه داره. خود دادگاه باعث شده که افرادی در اون شهادت بدن، 55 شاهد اونجا سخنانشون استماع شده، 169 گزارش کتبی بوده. در میان این کسانی که شاهدانی که شهادتشون شنیده شده، خب 6 نفر هستند که 5 نفر در خارج کشور و 1 نفر یا 1 خانواده در داخل کشور، که اونها یعنی وقتی که شهادت دادن مشخص بوده خب چه افرادی هستن. آقای امین انصاری‌فر در ایران هست، خانواده او تحت فشار قرار گرفتن، دختر او فرزانه انصاری فر، پسر و آرمان انصاری فر به اضافه خود ایشون، و خب الان هم ممنوع الخروج هستن و خب در این ماهای اخیر به شدت تحت فشار بودن. علاوه بر اون افراد دیگری هستند که در خارج کشور هستن در حال حاضر، و یا برادرشون، دوستشون، فرزندشون از بین رفته و اونها خواهان دادخواهی شدن، و به خاطر همین خانواده های اونها در داخل کشور تحت فشار قرار گرفتن، و این نشان دهنده اینه که این جریان ادامه داره، و به خاطر همین هم هستش که در انتها در این در واقع بیانیه که 15، همونجوری که شما فرمودید، 15 سازمان ایرانی و بین المللی از جمله نهاد ما و از جمله خب اون 3 سازمانی که تدارک دیدن این مجموعه، یعنی عدالت برای ایران، سازمان حقوق بشر ایران، و همه با هم علیه اعدام، که 2 سازمان ایرانی و 1 سازمان بین المللی هستن. این خیلی از سازمان‌های دیگر قطعا از کارشون حمایت میکنن، و طبیعیه که این دادخواهی ادامه داره. منتظر این هستیم که حکم خودشون رو این قضات این دادگاه بدن، و خب ما میبینیم که در داخل کشور به خاطر این دادخواهان، مادران دادخواه به خاطر اینکه مراسمی رو برگزار میکنن یا اینکه کنار هم جمع میشن، در این گزارش، در این بیانیه هم اومده که تنها یک دستبند سرمه‌ای که مادران دادخواه برای علامت دادخواهی خودشون انتخاب کرده بودن باعث شده که یکی از اونها رو در واقع تهدید بکنن که حتی ممکنه اون رو بکشیم به خاطر کاربرد این این دستبندهای سرمه‌ای. به هر حال نگران این هستن که این مسئله به اصطلاح وایرال بشه، در جامعه منتشر بشه، و خب اگر دادخواهی به یک خواست ملی همگانی تبدیل بشه، خب به شدت
لطمه میخورن و حالا امیدواریم که واقعا چه در راستای بین المللی که ما یک کمیته تحقیق رو میخواهن هستیم که شورای حقوق بشر تشکیل بشه و چه در راستای ملی که همه حداقل یک قدم جلوتر بذارن آنچنان که آقای کیوان صمیمی گفته و حداقل یک دستبند رو به همراهی با مادران دادخواه با خودشون حمل بکنن. امیدواریم که گسترش پیدا بکنه این اعتراضات. البته این سرکوب به خارج از کشور هم توسعه یافته. در همین روزها خانم فاطمه باوند که ایشون در بوکان در جریان خیزش مردمی آبان روی سقف ماشینی رفتند، فیلمش در ویدیو قرار گرفت و مردم تشویق به اعتراض کردند، مدتی زندان بود چه در شهرهای مختلف من جمله تهران، بعد به خارج از ایران رفت و در ترکیه در روزهای گذشته توسط پلیس این کشور بازداشت شد و خطر استردادش به جمهوری اسلامی است. به نظر شما آیا جمهوری اسلامی میخواهد حتی کسانی که در خارج از کشور هستند به خارج پناه بردن رو هم در رابطه با شهادتشون در این دادگاه به نوعی سرکوب کنه؟ بله دقیقا. خب به هر حال حالا چه در رابطه با این دادگاه چه به طور کلی، سیاست سرکوب در خارج کشور خب از سیاست های همیشگی جمهوری اسلامی از ابتدا بود، در ترورهایی که از اوایل دهه در واقع قبل از دهه از اول انقلاب بوده تا اینکه خب حالا بعد از میکرونوس یه مقدار فروکش کرده، ولیکن ترورهایی که خب میبینیم در هلند در سالهای اخیر صورت گرفته، به اضافه اینکه رو بودن کسی مثل روح الله زم، تلاش برای رو بودن کسی مثل خانم مسیح علی نژاد و بسیاری از مسائل دیگه. خب در ترکیه هم که خب میدونیم بسیاری هستن که عملا میشه گفت دیپورت شدن، در زندان الان در زندان جمهوری اسلامی بودن. روی مناسبات نزدیکتری که به خصوص با کشورهای همسایه داره و به طور ترکیه، این نگرانی هستش که خب ترکیه و کلا مجموعه مافیایی که در ترکیه هم حضور داره دست به چنین اقدامی بزنن، به اضافه اینکه خب ما موارد ترور رو هم در سالهای اخیر در ترکیه در کردستان عراق شاهد بودیم و خب مثلا در نه تنها در کشورهای خلیج فارس هم همینجور. خب آقای شارمهد در دبی، در مسیر دبی، در دبی به هر حال رو بودند و نگرانی داره کسانی که در مالزی هستند، در کشورهای مختلف حاشیه ایران همراه همسایه ایران هستند وجود داره و خب از سابق هم وجود داشته، از آذربایجان افراد می رو بودند. بنابراین دست جمهوری اسلامی درازتر از مجموعه محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی هست و در حال به خصوص کشورهای همسایه و حتی کشورهای اروپا و آمریکا رو هم شامل میشه دیگه، اونجا هم پروژه ها و عملیاتی رو سعی میکنن داشته باشن برای ادامه سرکوب. در روزهای گذشته مجمع عالی سازمان ملل متحد با 93 رأی موافق، 24 مخالف و 58 ممتنع عضویت روسیه رو به خاطر حمله به اوکراین در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به تعویق درآورد. بسیاری از ایرانی‌ها می‌پرسند چرا این مسئله در مورد روسیه امکان پذیر شد ولی مثلا عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن، در حالی که واضحه که بخش عمده حقوق زنان در ایران رعایت نمیشه و تبعیضی گسترده در مورد زنان اعمال میشه، چرا سازمان ملل این چنین تصمیمی را در مورد جمهوری اسلامی اتخاذ نمیکنه؟ خب میدونید نهادهای سازمان ملل اندکی با همدیگه تفاوت دارن و خب میدونید مثلا شورای حقوق بشر تفاوت داره با کمیسیون حقوق بشر که قبل از اون بود. شورای حقوق بشر عمر 16 ساله ای رو داره، کمیسیون حقوق بشر مثل همین کمیسیون مقام زن جزو کمیسیون هایی بود که به صورت نوبتی کشورها عضو اون میشدن و یک بار فاجعه روی داد که لیبی قذافی عملا شد رئیس کمیسیون حقوق بشر وقت و خب این در اون زمان خب با اعتراض خیلی وسیع روبرو شد و به هر حال کوفی انان به خصوص تلاش کرد به اضافه بقیه که شورای حقوق بشر تشکیل بشه. شورای حقوق بشر خب یه مقدار تفاوت داره با مثلا کمیسیون مقام زن، اون از کمیسیون مقام زن از تشکل‌های کلاسیک
سازمان ملل هست و شورای حقوق بشر یه مقدار نوتر است. با این وجود یه مقدار شباهت های زیادی هم وجود دارن در ساختار سازمان ملل. در سازمان ملل یک پدیده‌ای وجود داره به عنوان کلین سلیت یا لوح پاک، به موقعی گفته میشه که تعداد کاندیداها با تعداد کرسی ها یکی باشن. و خب معمولا در نهادهای سازمان ملل به خصوص اون نهادهایی که نوبتی هستن چنین هست، یعنی وقتی مثلا از حوزه آفریقا قرار 5 کشور انتخاب بشه، خود اتحادیه آفریقا تنظیم میکنه که چه کشورهای کاندید بشن و برای اون مدت معین 3 سال 2 سال بسته به اون نهاد داره عضو اون نهاد بشن. در مورد کمیسیون مقام زن هم چنین هست، ولی با این وجود در اونجا هم باز امکان داره اگر که یک کشوری کاندیدا بشه یا اینکه کشوری با کشورهای دیگر صحبت بکنه یا برای نهادهای غیر دولتی بتونن قانع بکنن کشوری رو که کاندیدا بشه، در اون صورت رأی گیری بشه. و خب طبیعی که اونجا هم وقتی که رأی گیری صورت بگیره ممکنه که از این حالت لوح پاک یه مقدار بیشتر فراتر بره و خب کشوری انتخاب نشه. دیروز اتفاقا جالب بود که کوبا داشت صحبت میکرد که روسیه رو که مثلا تونسته بیش از نیمی از آرای مجمع عمومی رو زمانی کسب بکنه و عضو شورای حقوق بشر بشه بر مبنای همین لوح پاک، برای اینکه کاندیدای دیگه این نبوده و خب بالاخره یا باید اون کرسی رو خالی میذاشتن کشورهای دیگر یا به روسیه مثلا در اون زمان 2 سال پیش رأی میدادن. به هر حال چجوریه که با رأی کمتر میشه اون رو به حالت تعلیق در آورد؟ خب این جزو نقص‌های سازمان ملل هست. یعنی واقعیت اینه که هم کشورهایی که به اون موضوع در این مورد مثلا کمیسیون مقام زن به موضوع زن توجه دارن، حقوق زنان توجه دارن، باید از حوزه آسیا که جمهوری اسلامی اونجا کاندیدا میشه، کاندیداهایی که در این مورد کارنامه بهتری رو دارن و مثل جمهوری اسلامی ضایع کردن حقوق زنان به این شدت نیست، کاندیدا بکنن تا مثلا جمهوری اسلامی آخر بشه یا انتخاب نشه. کما که در شورای حقوق بشر چنین هست، روسیه که 2 سال پیش تونست به دوباره بعد از مدتی به شورای حقوق بشر بیاد، از اونجایی که 3 سال قبل از اون نتوانسته بود رأی کافی بیاره برای عضویت در شورای حقوق بشر، برای اینکه این کاندیدا دو تا در واقع کرسی وجود داشت، 3 تا کاندیدا وجود داشت و روسیه رأی نیاورد. همین باز همین 2 سال گذشته که همون زمانی که روسیه دوباره انتخاب شد، رقابت سختی در آخر بودن بین چین و عربستان سعودی صورت گرفت و عربستان سعودی رأی نیاورد و چین انتخاب شد، برای اینکه تعداد کاندیداها یکی بیشتر از کرسی ها بود. کافیه در خیلی از موارد یک کرسی بیشتر باشه تا اینکه یک کشور انتخاب نشه. زمانی بودش که در ابتدا کاندیدا شد جمهوری اسلامی برای شورای حقوق بشر و تعداد بیشتر بود، رأی نیاورد و بعد از اون هیچ وقت موقعیتی رو پیدا نکرد که چنین باشه. و در همون ابتدا وقتی مالدیو رو مطرح کردن، مالدیوی که در فوتبال مثلا فرض کن ایران تعداد گل زیادی بهشون زده در تاریخ، ولی که کشور کوچیک 300 هزار نفره در رقابت با جمهوری اسلامی، خب مالدیو عملا پیروز شد برای اینکه وضعیت حقوق بشر بسیار در ایران در واقع نامطلوبه. در ارتباط با روسیه هم خب ما قبلا یه بار تجربه داشتیم، لیبی رو که بنا به همین مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل که در 60مین اجلاسش از 6251 هست به اصطلاح، بند اجرایی 8ش، عملیاتی 8ش اشاره میکنه که میشه با 2/3 آرا به حالت تعلیق آورد عضویت یک کشوری که عضو شورای حقوق بشر شده. برای این مبنا یک بار لیبی در اوج بحران داخلیش، جنگ داخلیش، به صورت نزدیک 1 سال معلق شد و حالا روسیه از دیروز، حالا مسلمه در مطابق همون مصوبه اگر رفتارشون رو اصلاح بکنن از حالت تعلیق در میان. در لیبی خب تحولات رژیم قذافی سقوط کرد و بعد از حدود 9 ماه دوباره عضویت لیبی برقرار شد بعد از سقوط رژیم قذافی و حالا باید ببینیم در روسیه چگونه خواهد بود، آیا رفتارش رو تغییر خواهد داد و تن خواهد داد به مجازات هایی که به خاطر جنایت بزرگ
مرتکب شده روسیه و به هر حال با جامعه بین المللی در حدی وارد تعامل میشه که دوباره بتونه برگرده به شورای حقوق بشر، یا اینکه خب ثابت میشه، یا ببینیم چگونه پیش خواهد رفت روند آتی. از یه نظر خب تازه است، برای نخستین باره که یک عضو دائمی شورای امنیت تعلیق میشه در شورای حقوق بشر، در یک نهاد مهم سازمان ملل. قبلا خب بوده که آمریکا خودش داوطلبانه دو بار در زمان از نهادهای مختلف چند بار حتی میشه گفت بیرون رفته از شورای حقوق بشر، زمان ترامپ بیرون رفته، و در ابتدام که زمان بوش بود شورای حقوق بشر تشکیل شد، اساسا سال اول نخواست که عضو شورای حقوق بشر بشه. یک پرسش آخر، شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید به مسئله دادخواهی. ما در ماه اردیبهشت انتظار می رود که دو دادگاه، یکی همون دادگاه بین‌المللی مردمی آبان رأی خودش رو صادر کنه، و هم دادگاه استکهلم که حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام‌های گروهی در تابستان 67 محاکمه میشه، اونم قرار رأی خودش رو صادر کنه. اهمیت این دو دادگاه، یکی نمادین و دیگری حقیقی، چی میتونه باشه اگر هر دوی اونها رأی به محکومیت حمید نوری و در دادگاه بین‌المللی مردمی آبان 200 نفر از شخصیت‌ها و مقامات جمهوری اسلامی از علی خامنه‌ای تا مقامات محلی اونها را محکوم بکنند؟ خب اهمیت بسیار زیادی داره، روحیه زیادی به دادخواهان و مدافعان حقوق بشر خواهد داد محکومیت این دو حکم که قابل تصور هست حدوداً به چه شکل خواهد بود. ولی خب کار پایان نمییابه، برای اینکه خب دادگاه مردمی آبان خب همونجور که فرمودید خب ضمانت اجرایی نداره، و اون دادگاه بین‌المللی کیفری هست که همچین موقعیتی رو داره در لایحه و در روند عدالت انتقالی کشورها و افرادی که به هر حال جرم‌های سنگین رو مرتکب شده باشن به اون دادگاه سپرده میشن و بیشتر تاثیر معنوی داره، و خب وزنه نیروهای جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر رو بالاتر میبره در سطح جهان. و دادگاه نوری خب ما از این نظر اهمیت داره که خب آقای نوری رو به زندان حالا طویل مدت قاعدتا میبره، و قوه قضاییه سوئد کار خودش رو مستقلا به اتمام میرسونه. حالا در مراحل بعدی قوای اجراییه کشورها وارد میدان خواهند شد، اینکه اتحادیه اروپا در مورد اسدالله اسدی که در بلژیک محاکمه شده و آقای نوری که محاکمش به پایان خواهد رسید در سوئد چگونه، یعنی قوه اجراییشون در این موضوع تبادل گروگان‌ها و غیره چگونه عمل خواهند کرد در دراز مدت، نه کوتاه مدت، باید دید. امیدواریم که دادخواهان تلاش وسیعی بکنن که کار به اونجایی نرسه که قوای اجرایی قوای قضاییه رو دور بزنن و حق در واقع پایمال بشه و به عدالت کاملا اجرا نشه. باید این روندها رو دید. در اون صورت هم در حکم آقای حمید نوری قطعا پشتگرم خواهد کرد دادخواهان رو در ادامه کارهایشون و همچنین مدافعان حقوق بشر رو در ارتباط با حمایت از اونها. و خب طبیعیه که سازمان‌های غیر دولتی جامعه مدنی هم چه در داخل کشور چه در خارج کشور که در این حوزه ها به خصوص فعالیت میکنن دلگرم خواهد کرد. با سپاس فراوان از همراهیتون. ممنون از شما.